روز معلم امسال در حالی در ایران فرا می رسد که به عقیده بسیاری از فعالان صنفی سال گذشته برای قشر فرهنگی کشور سخت‌تر از گذشته بوده است. اجرای طرح حذف یارانه ها، تشدید برخوردهای امنیتی با مطالبات صنفی و اصرار بر اجرای سیاست های آموزشی بر مبنای سلیقه های ایدئولوژیک از جمله مهمترین مواردی هستند که در سالی که گذشت به نارضایتی فراینده معلمان در ایران دامن زد. در ارتباط با وضعیت قشر فرهنگی در ایران و تأثیرات حذف یارانه‌ها و وضعیت زندگی این قشر، مصاحبه‌ای انجام دادیم با سعید پیوندی، استاد جامعه شناسی دانشگاه پاریس که با هم می‌شنویم. اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها اقشار مختلف جامعه ایران رو به درجات متفاوت تحت تاثیر قرار داده. به عقیده شما میزان تاثیرپذیری معلمان از اجرای این طرح چقدره؟ معلم ها همونجوری که از مجموعه داده هایی که مربوط به شرایط زندگی و حقوق و دستمزدی که دریافت میکنن میشه دریافت، جزو اقشار متوسط پایین جامعه هستن و در سالهای گذشته هم بارها به وضعیت معیشتی خودشون اعتراض کردن. معلم‌ها مثل حقوق بگیرای ساده در معرض مشکلات فراوانی قرار خواهند داشت. منتها این اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها تازه داره عواقبش کم کم آشکار میشه، گرونی ها کم کم دارن خودشون نشون میدن. معلمین اون گروه های آسیب پذیر جامعه خواهند بود که بیشترین فشار مربوط به یارانه ها به اونا وارد خواهد شد. به نظر شما حذف یارانه ها گذشته از تأثیراتی که بر وضعیت معیشتی قشر معلم میذاره، آیا در بعد کلان ممکنه بر وضعیت آموزش و پرورش در کشور هم تأثیراتی داشته باشه؟ بدون تردید، برای اینکه در کنار بعد معیشتی بقیه فعالیت‌های آموزش و پرورش تحت تأثیر این طرح قرار خواهند گرفت. همه اینا ارتباط مستقیم دارن، از یه طرف با قیمت‌های اصلی که مربوط به زندگی مردم میشن مثل قیمت انرژی، و از طرف دیگه با عواقب گرونی‌هایی که به همدیگه منتقل میشن. یعنی گرونی در یک بخش، مثلا در بخش انرژی، منتقل میشه به بخش‌های دیگه مثلا ساختمان‌سازی یا وسایل آموزشی، و این خانواده‌ها در اهل اول و بعد کسانی که متولی آموزش هستن، اونها هم در معرض این گرانی های به مستقیم مربوط به آموزش میشه، چه در بخش سرمایه گذاری و چه در بخش وسایل آموزشی، حتما در معرض این قرار خواهند گرفت. آقای پیوندی، در سالهای گذشته ما هر از گاهی شاهد تجمعات و حرکت‌های اعتراضی معلم‌ها برای دفاع از حقوق صنفی خودشون بودیم. به عقیده شما این حرکت‌ها تا چه حد موفق بودن؟ حرکت ها یک موفقیت نسبی داشتن. از طرف باید گفتش که این حرکت ها در فضای بسیار نامناسب و در فضای سرکوب اکثرا انجام شدن. معلم ها بنابراین به خاطر اعتراض ساده به وضعیت معیشتی یا وضعیت کاری خودشون مثل همه جای دنیا دست به اعتراض دادن، ولی این اعتراضشون معمولا با پاسخهای خشنی همراه بوده، ولی همزمان تونستن یه حد معینی هم مطالبات خودشون رو با وجود این فشارها پیش ببرن. توجه بکنید که اگه ما دستمزد امروز یک معلم در ایران با دستمزد اوایل سالهای 60 شمسی مقایسه بکنیم، از قدرت خرید معلمان ایران دو برابر کاسته شده تقریبا. بسیاری از معلمان ایران ناچارند که نه تنها به ساعات کار اضافی رو بیارن، بلکه حتی گاهی به طرف کارهایی برن که هیچ تناسبی با شغل اصلیشون یعنی معلمی ندارن، به خاطر اینکه بتونن هزینه خانواده خودشون رو تحمل کنن. کمتر معلمی میتونه با یک حقوق معلمی فقط امروز زندگیشو پیش ببره، و بنابراین اعتراض اونها هم یه نوعی بازتاب این وضعیت بسیار نامناسب معیشتی معلم هاست. شما فکر میکنین در شرایط موجود کشور قشر فرهنگی ایران تا چه حد در پیگیری مطالبات صنفی خودشون فعال به نظر میرسن؟ به هر حال این در فضای امروزی ایران امر چندان آسونی نیست، و معلمان هم مثل بقیه اقشار زحمتکش ایران قاعدتا تحت فشار هستن، چه در سطح محلی از طریق حراست
مدارس و چه در سطح ملی از طریق سرکوب اتحادیه‌های صنفی معلم‌ها. به خاطر همینم همواره حرکت‌هاشون با سرکوب مواجه شده و همینم نتونستن تا حدود زیادی در خیلی از بخش‌هایی که می‌خواستن در واقع صداشون رو به گوش جامعه و مسئولین برسونن موفق باشن. و به عنوان سوال آخر، اگر قرار باشه مهمترین مشکلات قشر معلم در ایران رو شما دسته‌بندی کنین، کدوم مشکلات رو در اولویت بالاتری میدونین؟ من فکر می‌کنم 3 دسته مشکل داریم در ارتباط با معلم. مشکلات معیشتی به هر حال یک مسئله است که همیشه در اولویت قرار داره از نظر خود معلم‌ها، بازتابی هم که در جامعه تا امروز داشته اینجوریه. مشکلات دوم فشارهای امنیتی، سیاسی، ایدئولوژیکی که در مدارس به معلم‌ها وارد میاد و این فضای بسیار نامطلوب کاری برای اونها ایجاد می‌کنه و اونها نمی‌تونن در شرایط آزاد کارشون رو پیش ببرن. و بالاخره سومین مسئله‌ای که معلم‌های ما به نظر من درگیرش هستن مسائل آموزشی و تربیتی، یعنی آموزش مداوم معلم‌ها و آماده کردن اونها برای اینکه بتونن به خوبی وظیفه‌شون رو انجام بدن، به اندازه کافی توجه نمیشه و معلمان رو به اندازه کافی آموزش ندیدن برای اینکه با مسائل امروز آموزش بتونن دست و پنجه نرم کنن. هر سه بعدی که من اسم بردم با زندگی هر روزه و کار هر روزه معلم‌ها سر و کار داره. بنابراین با اینکه مسائل معیشتی در صدر قرار می‌گیره، ولی همزمان نباید دو بعد دیگر رو بهش کم بها داد، برای اینکه اونها هم به نوعی فضای زندگی کاری معلم‌ها رو مسموم می‌کنن. ممنون از وقتی که در اختیار ما گذاشتید.